سرخط خبرها. سفر پوتین به ویتنام و افزایش نگرانی آمریکا. تعویق نشست واشنگتن با محوریت امنیت اسرائیل و تهدیدهای ایران. به بیش از 70% زیرساخت‌های شهر رفح شهردار رفح بامداد پنجشنبه گفت که هدف ارتش رژیم صهیونیستی تخریب تأسیسات این شهر و گذرگاه رفح و غیرقابل سکونت کردن نوار غزه است. نظرسنجی در فلسطین اشغالی و یا همون اسرائیل گفت کاهش اعتماد مردم به صهیونیست‌ها و ارتش. به کانال انفو تیوی خوش آمدید. خبر دوم. سفر پوتین به ویتنام و افزایش نگرانی آمریکا. رئیس جمهور روسیه شب گذشته برای سفری رسمی وارد هانوی شد و به گزارش برخی رسانه‌ها، مقامات ویتنام انتقادهای ایالات متحده در مورد میزبانی از ولادیمیر پوتین را نادیده گرفته و به روسیه به چشم یک شریک قابل اعتماد نگاه می‌کنند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری نوستی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه شب گذشته، چهارشنبه در یک سفر رسمی وارد هانوی پایتخت ویتنام شد. در فرودگاه هانوی، پوتین در بالاترین سطح مورد استقبال قرار گرفت. طبق برنامه ریزی او با تمامی مقامات بلندپایه ویتنام، رئیس جمهور، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، نخست وزیر و رئیس مجلس ملی ویتنام دیدار خواهد کرد. در جریان مذاکرات با طرف ویتنامی قرار است در مورد مسائل مربوط به انعقاد یک مشارکت استراتژیک جامع دو جانبه صحبت شود. در هیئت همراه پوتین در این سفر، دیمیتری چرنیشینکو، معاون نخست وزیر، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه و تعداد دیگری از مقامات دولتی در مذاکرات شرکت خواهند کرد. بلومبرگ گفت ویتنام انتقادهای آمریکا در مورد سفر پوتین را نادیده گرفت. آژانس خبری بلومبرگ بامداد امروز گزارش داد که مقامات هانوی که میزبان رئیس جمهور روسیه شدند، انتقادهای ایالات متحده در این باره را نادیده گرفتند. یادآوری شده که ویتنام به رغم انتقادات سفارت آمریکا در هانوی قبل از سفر ولادیمیر پوتین، آگاهانه روابط گرم خود با روسیه برای دهها را به نمایش گذاشت. علاوه بر این، ویتنام روسیه را به چشم یک شریک قابل اعتماد در عرصه حفاظت استراتژیکی و حامی این کشور در زمینه‌های زیادی از جمله بخش انرژی و صنایع نظامی ارزیابی می‌کند. در این حال، این خبرگزاری می‌نویسد که ویتنام به یکی دیگر از کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل شده که پس از آغاز درگیری نظامی در اوکراین، روسیه را محکوم نکرده و نسبت به این مناقشه وضعیت بی‌طرفی گرفته است. در بیانیه دولت ویتنام اشاره شده که سفر پوتین گویای این واقعیت است که این کشور به طور فعال سیاست خارجی مستقل خود را بر اساس روحیه استقلال، خودآتکایی و چند جانبه گرایی دنبال می‌کند. ضمن اینکه رئیس جمهور روسیه در آستانه سفر خود به هانوی در مقاله‌ای که برای روزنامه ویتنامی هان دان نوشته به ماهیت دوستانه و متحدانه در روابط دو کشور اشاره و تاکید کرد که روسیه و ویتنام همواره علاقه صمیمانه خود به گسترش روابط تجاری دو جانبه و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشترک را نشان دادند. ولادیمیر پوتین در این مقاله یادآور شده که بر اساس آمار روسیه در سال 2023 حجم مبادلات بازرگانی دو جانبه 8% افزایش یافته و در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 1.3 افزایش یافته است. وی افزود که ویتنام و روسیه این امکان را پیدا کردند که این مبادلات را به ارزهای ملی، روبل و دونگ پرداخت کنند. در سال 2023، سهم چنین معاملاتی بیش از 40% از حجم تجارت دو جانبه را به خود اختصاص داد و در سه ماهه نخست سال جاری تقریباً 60% شده است. خبر دوم. تعویق نشست واشنگتن با محوریت امنیت اسرائیل و تهدیدهای ایران. یک شبکه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که دولت بایدن به دنبال تغییر زمان نشست با صهیونیست‌ها درباره امنیت این رژیم است. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گزارش داد شبکه ABC به نقل از مقامات آمریکایی میگوید که مشاور امنیت داخلی و وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به واشنگتن سفر می‌کنند. این مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشد به ABC گفتند واشنگتن نشست سطح بالا با محوریت امنیت اسرائیل و تهدید ناشی از ایران را لغو کرده است. این شبکه اما به نقل از منابع خود افزود
دولت بایدن به دنبال تغییر زمان این نشست است. هرچند آنچه نتانیاهو گفت فراتر از حد قابل قبول است. با این حال دقایقی بعد شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد: ما هیچ نشستی با اسرائیل را لغو نکردهایم و فقط مقدمات این دیدار هنوز نهایی نشده است. ساعاتی پیش نیز پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بود: تیم بایدن از دست نتانیاهو عصبانی و شوکه شده بود و مقام‌های آمریکایی نتانیاهو را بی‌ثبات توصیف کردند. شب گذشته نیز کریس وان هولن سناتور دموکرات آمریکایی گفته بود: سخنرانی نتانیاهو در کنگره خطری است، به این معنی که ما از راه برده او حمایت می‌کنیم. خبر سوم: تخریب بیش از 70% زیرساخت‌های شهر رفح. شهردار رفح بامداد پنجشنبه گفت که هدف ارتش رژیم صهیونیستی تخریب تأسیسات این شهر و گذرگاه رفح و غیرقابل سکونت کردن نوار غزه است. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت احمد صوفی شهردار شهر رفح واقع در جنوبی ترین نقطه نوار غزه بامداد پنجشنبه از تخریب بیشتر زیرساخت‌های این شهر توسط رژیم صهیونیستی خبر داد. صوفی طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: اشغالگران به طور سیستماتیک شهر رفح و اردوگاه‌های آن را تخریب می‌کند که جدیدترین مرحله انهی السعودی است. شبکه الجزیره به نقل از وی گزارش داد: هدف ارتش اشغالگران تخریب گذرگاه رفح و غیرقابل سکونت کردن نوار غزه است. شهردار رفح همچنین توضیح داد: اشغال کل میدان‌های مسکونی در منطقه هی السعودی را ویران می‌کند. ارتش اشغالگران بیش از 70% تأسیسات و زیرساخت‌های شهر را تخریب کرده است. بیش از 40 روز است که عملیات زمینی ارتش اشغالگر در رفح، جنوبی ترین منطقه غزه، با وجود همه هشدارهای بین‌المللی آغاز شده است و ارتش اشغالگر مانند سایر مناطق دستاوردی جز به خاک و خون کشیدن غیرنظامیان فلسطینی نداشته و در مقابل ضربات سختی از نیروهای مقاومت دریافت کرده است. روزنامه واشنگتن پست بامداد چهارشنبه به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست نوشت: واحدهای حماس در جنوب نوار غزه از تاکتیک‌های ارتش اسرائیل در جاهای دیگر درس گرفتند و جنگ با حماس در رفح شدیدتر از دیگر مناطق غزه است. و در آخر، نظرسنجی در فلسطین اشغالی و یا همون اسرائیل گفت: کاهش اعتماد مردم به صهیونیست‌ها و ارتش. نظرسنجی مؤسسه تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان داد که اعتماد صهیونیست‌ها به پیروزی ارتش این رژیم در جنگ در جبهه شمالی رو به کاهش است. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس: کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه گزارش داد که در نظرسنجی جدید انجام شده در فلسطین اشغالی، 15% از صهیونیست‌ها به ترک این منطقه فکر می‌کنند. طبق این گزارش، نظرسنجی مؤسسه تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان داد که اعتماد صهیونیست‌ها به پیروزی ارتش این رژیم در جنگ در جبهه شمالی رو به کاهش است. این رسانه به نقل از این نظرسنجی گزارش داد: فقط 12% از اسرائیلی‌ها معتقدند که اهداف جنگ در غزه به طور کامل محقق خواهد شد. 36% از اسرائیلی‌ها به تحقق کمی از اهداف جنگ باور داشته و 10% نیز معتقدند که هیچ کدام از اهداف محقق نمی‌شود. این افکار سنجی مؤسسه تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین نشان داد که فقط 29% صهیونیست‌ها آماده تشویق فرزندان خود به شرکت در نبردها بودند. پیش از این نیز رسانه‌های صهیونیستی روز دوشنبه از خودکشی یکی دیگر از نظامیان این رژیم پس از بازگشت از جنگ در غزه خبر داده بودند. رژیم صهیونیستی از تاریخ 7 اکتبر 2023 و از زمان آغاز حملات جنایتکارانه به نوار غزه بیش از 37,000 فلسطینی را به شهادت رسانده و حداقل 85,000 نفر را نیز مجروح کرده است. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.